سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تریبون کارگری. با ایوب رحمانی و علیرضا نوایی هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات جنبش کارگری. درود بر تو ایوب جان. درود بر شما و درود به همه بینندگان. بله، در اولین روز کاری پزشکیان به عنوان رئیس دولت 14 اسماعیل هنیه رهبر حماس در بغل آیت الله خامنه ای و پزشکیان، در حالی که دستهاش پیروزیش رو در روز قبل در روز تنفیذ حکومت پزشکیان بالا برده بود، کشتند و همه رسانه‌های جهان روی این جنایت و این قتل و ترور اسرائیلی در قلب تهران متمرکزند، در حالی که این تمرکز روشن و واقعی روی این ترور هست، زندگی به گونه دیگری در ایران در جریانه، زندگی که مصادف و همراه است با بحران‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و زندانی که دارهاش آماده است برای فرزندان این کشور، از شریفه محمدی تا مجاهد کورکور تا پخشان عزیزی تا بسیارانی از زندانیانی که به خاطر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و مدنی به زندان افتادند و اینک در معرض انتقام دستگاه امنیتی و قضایی حکومتی هستند که دشمنانش به طور واقعی مردم ایرانند، تا کسانی که میان و به این لحاظ این فعالان اجتماعی قربانیان بزرگ این حفره‌های امنیتی و سیاسی و نظامی حکومتی هستند. اگر مسئول پرونده امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی رو در اتمی رو در تهران و در نزدیکی های تهران میزنن، مهمان ویژه دولت رو اسماعیل هنیه رو در قلب تهران در کنار در واقع مقر و بیت رهبری و دستگاه امنیتی میزنن و اینها به جایی که این دشمنان رو که این جنایت ها رو میافعینن چیز کنن، کیا رو میان میزنن؟ زندانیان دستگاه های امنیتی، زندانیانی که آزادی، برابری، نان و حق تشکل رو جستجو میکنن. ارزیابیتون از این چیه؟ چرا که ما شاهد یک کارزار گسترده علیه اعدام هستیم. بیشتر زندان های کشور شجاعانه علیه این اعدام، علیه این احکام جنایتکارانه اعتراض دارن میکنن. سه شنبه ها بیش از 30 است که سه شنبه های اعتراض علیه اعدام هست، که قبل از اون هم خانواده ها یه زندانیان محکوم به اعدام این کمپین و کارزار رو آغاز کرده بودن. موقعیت جنبش کارگری، هر چند ما شاهد برخی شعارها در دفاع از فعالان کارگری هستیم، اما چگونه است این موقعیت کنونی؟ شما چجوری میبینید؟ چون علیرضا نوایی عزیزم با سلام به تو، شما به این پاسخ بدید تا ایوب یک لحظه قطع شده. صداتون بسته است. رفیق علی، به شما درود میگم و همچنین به رفیق ما ایوب که حاضر نیست و همچنین به بینندگان برنامه تریبون کارگری. ببینیم، این اولین بار نیست که اسرائیل در خاک ایران دست به عملیاتی میزن و دقیقا تا الان چند بار این کارا رو کرده و نه در ایران بلکه در خانه عملیاتی رژیم در دمشق یا به نیروهاش در حزب الله باشه در لبنان و غیره، این حملات رو میکنه و ابراز
قدرت میکنه و در این هم رابطه هم مثلا حاکمیت خب یک عملیات هایی رو میکنه که مثلا نشون بده که حضور داره و مثلا پاسخ دندان شکن میده، در حالتی که پاسخ دندان شکنی رو که نمیخواد بده پیش از اون به همه جا خبر میده در رابطه با آمریکا هم بعد از جریان سلیمانی هم همین بوده. پس بنابراین این دعواهایی که در این سطح هست اونا بین خودشون نشون میده که اسرائیل نیرو داره در بین حاکمیت، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، و عملیاتایی رو که بخواد بتونه انجام بده بخواد میتونه انجام بده. به طبیعتاً بار دیگه قدر قدرتی حاکمیت حتی در بین نیروهای خودش زیر سوال میبره و از طرف دیگه نشون میده که این حاکمیت فقط میتونه نیروهای سیاسی اجتماعی که در ایران با دست خالی و بر بستر تشکلیابی و فعالیت‌های علنی دارند مبارزه میکنن فقط میتونه اینا رو سرکوب بکنه و زورش به اینها میرسه که از جمله همین مسئله اعدام رو تو این رابطه مطرح کردیم. در رابطه با اعدام ها هم واقعیت اینه که ما شاهد کارزارهای مختلفی هستیم، چه در رابطه با نه به اعدام مثل شریفه محمدی، در همین رابطه مثلا در مورد دیگه زندانیان به طور موردی، یا اینکه 27مین هفته سه‌شنبه های اعتراضیشون رو در رابطه با نه به اعدام در این سه‌شنبه گذشته پیش بردن و این دامنش به زندان های بیشتری کشیده میشه و در داخل ایران هم خارج از زندان نیروهایی در رابطه با این کارزار سه‌شنبه ها و این کارزارهای نه به اعدام دارن فعالیت میکنن و در شبکه های اجتماعی مثل آتکه رجوی علنا میان موزه میگیرن، یا مثلا تشکل هایی مثل تشکل های زنان یا تشکل شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با پخش اخبار این کارزارها به نوعی در این رابطه دارند نقش ایفا میکنند. همه این کارزارها نبی اعدام مهمه. من یه نکته دیگرم بهش اشاره بکنم، اینه که نبی اعدام نه ما بی اعدام بی اعدام همه است، فقط فعالین سیاسی نیست یا فعالین اجتماعی فعالین زنان نیست، نه به اون اعدامی که مثلا در رابطه با مسائل مواد مخدر یا اینکه قتلی انجام داده عمد و غیر عمد. ما با این نظر هستیم که باید این مجازات اعدام حذف بشه. پس بنابراین ما در یک کارزاری گسترده نبی اعدام هستیم که این تمام این کارزارها که نبی اعدام و کارزارهایی که برای آزادی زندانیان سیاسی هست باید اینا در راستایی حرکت بکنن که این جویبارها به هم بپیوندن و جدا از مبارزه برای نبی اعدام فعالین سیاسی و زنان، بلکه مسئله نب اعدام رو بتونیم هرچی این مبارزه رو تودهی تر و گسترده تر بکنیم و یک چیزی برای یک مقطع یک روز نباشه، بلکه برای این باشه تا زمانی که این حکم غیر انسانی مثل سنگسار لغو بشه و دیگر اجرا نشه. ممنونم ایوب جان. من این سوال رو داشتم از شما میکردم، این کارزارها چگونه است، خود این تو این فضای سیاسی که الان هست چگونه این کارزارها رو میشه دید و جنبش کارگری، هرچند رفیقمون علیرضا در واقع
گفت که این کارزار فقط دفاع از یک شخص نیست، اینها سمبولیک دفاع از کارزار آزادی زندانیان سیاسی، دقیقا دفاع از فقط آزادی رضا شهابی، محمد حبیبی، رسول بداغی، اینا نیست، دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسیه، دفاع از شریفه محمدی و از عزیزان دیگری که زیر در واقع این حکم جنایتکاران هستن، سمبولیک فقط در دفاع از اون نیست. ما میخوایم خواهان لغو همیشه این حکم جنایتکارانه دولتی است، قتل سازمان یافته دولتی هستیم و جنبش کارگری نمیتونه بی اعتنا به این سیاست پیروزمندانی حتی برای بقیه مطالبات خودش پیش ببره. چگونه شما میبینید این قضیه رو؟ بله دقیقا اینجوریه. من شنیدم صحبت های علیرضا رو، شنیدم، کاملا موافقم. یعنی ما وقتی که مثلا از کمپین اعتراض به حکم بقی برای خانم شریفه محمدی داریم صحبت میکنیم و این کمپین هایی که قبلا صحبت کردیم، خب منظور این نیست که فقط یک نفره و کمپین رو باید تمرکز کنیم یا کارزار رو باید تمرکز کنیم فقط یک نفر و دیگه مسائل دیگه چندان بهش اهمیت ندیم. ولی شما فقط اینو باید بگم که حتی در این کمپینایی که شده در رابطه با شریفه محمدی، حالا من کمپینای خارج از کشور که در رابطه با جنبش کارگری داریم مطرح میکنیم رو بهش اشاره میکنم. ببین تا حالایی که الان داریم، تا همین موقعی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، خب شریفه محمدی عضو کمیته ایجاد تشکل‌های کمک برای ایجاد تشکل‌های کارگری بوده برای مدتی و بعد به هر حال به عنوان یه فعال اجتماعی، فعال مدنی فعالیت می‌کرده و این حکم اعدامی که بهش دادن اشاره کردن به اون، به اصطلاح اینکه قبلا عضو این تشکیلات بوده و این تشکیلات رو بس کردن به گروه مسلحانه در کردستان و از اونجا براش حکم اعدام دادن. خب ما برای اینکه بسا این کمپین رو دامن بزنیم یا کمپین رو شروع کنیم، همه این واقعیت ها رو گفتیم. یعنی اتفاقا نقطه قوت این کمپین ها در خارج از کشور که به هر حال مورد استقبال به نظر من قرار گرفته، اینه که آنچه که هست رو داریم انعکاس میدیم و همین واقعیت ها رو. و این واقعیت خب یکی از مسائل جنبش کارگریه. حالا من بحثم این نیست که در رابطه با اعتراضایی که خارج از جنبش کارگری به اعدام داره صورت میگیره و به درستی هم داره صورت میگیره، فعالین بسیاری در این عرصه کار میکنن، فعالین جنبش زنان، فعالین عرصه حقوق بشر و فعالین دیگه که در کشورهای مختلف در اروپا دارم صحبت میکنم و در ایران خب میدونیم در ایران هم این کمپین ها بوده، ولی در خارج از کشور الان که داریم صحبت میکنیم 28 اتحادیه کارگری که در واقع میتونم بگم بی سابقه بود که به هر حال این واکنش، یعنی 28 اتحادیه کارگری با میلیون ها عضو این حکمی رو که برای خانم شریفه محمدی دادگاه رش صادر کرده محکوم کردن. بعد اونجا یه نکته دیگه همینجا باید اشاره کنیم، ما اگر نگاه کنیم به این بیانیه که این اتحادیه دادن، درسته که تمرکز در رابطه با حکم شریفه محمدی هست، ولی اونجا دقیقا میگن که ما خواهان آزادی زندانیان، همه زندانیان سیاسی هستیم، ما خواهان آزادی همه فعالین کارگری و معلمی هستیم و به نوعی در واقع اصلا با این حکم اعدام در واقع مخالفت میکنند. یعنی من میخوام بگم که گاهی وقتا تاکید رو یک نفر این نیست که بقیه مسائل رو فراموش بکنیم و یا سعی کنیم مثلا فقط یک نفر برجسته بشه و بقیه تحت شعاع قرار بگیرن. من نمیگم کار بعضی وقتا اینجوری صورت نمیگیره، ولی همه هدفم اینه که بگم که باید نظر اون باشه که اینجوری تفاوتی قائل نشیم بین این کسایی که فعالین کارگری، فعالین مدنی، فعالین زنان و همه زندانیان سیاسی و همینجوری که علیرضا گفت همه کسایی که حکم اعدام گرفتن و یا حکم اعدام گرفت الان دارن و در واقع زندگیشون در خطره. من یه نکته اشاره کنم، مثلا همین امروز میخوندم از اول مرداد تا چهارم مرداد 18 نفر رو اعدام کردن. بعد همین کمپینی که علیرضا بهش اشاره کرد، همین کمپین یا
کارزاری که زندانیان شروع کردن، سه‌شنبه های اعتراض به سه‌شنبه های نه به اعدام، خب من لیستی دیدم حدود 30 نفر که حکم اعدام دارن و هر لحظه ممکنه رژیم اینا رو اعدام بکنه. خب این لیستا رو در آوردن و خودشون هم اونجا گفتن که این لیست ممکنه خیلی بیشتر باشه، اون چیزی است که ما در زندان بهش دسترسی پیدا کردیم. یعنی مسئله، من این جمله رو بگم، ببین مسئله اینه که رژیم از حکم اعدام فقط به خاطر خونخواریش و وحشی بودنش نیست که به این روش داره رو میاره، این وسیله برای اینکه تثبیت کنه خودشو، وسیله ای که برای اینکه جو رعب و وحشت و ترس بندازه، وسیله ای که جنبش های اجتماعی رو به عقب برونه و به خاطر همین دست به اعدام میزنه. در نتیجه وظیفه همه انسان های آزاد علاوه بر اینکه وظیفه انسانیه، وظیفه همه فعالین جنبش ها از جمله جنبش کارگری اینه که با خود این به اصطلاح حکم اعدام، مجازات اعدام از پایه مخالفت کنه. چون مجازات اعدام همه جا در تاریخ اصلا چیز بوده که قتل عمدی دولتی بوده برای اینکه تثبیت کنه قدرت سیاسیشو، برای اینکه جامعه رو سرکوب کنه. یعنی هر مثلا فعال جنبش اجتماعی، همه از کارگری بگیریم تا زن و اینا، و وظیفه همه انسان‌های آزادی خواه، برابری طلب، هر جور که اسمشو بذاریم، اینه که با خود نفس مثلا مجازات اعدام مخالفت کنه. و ما هم به هر حال این کمپین رو که من اشاره کردم بهش، حالا که بخش بیشتر بهش میپردازم، در این رابطه است. یعنی درسته یه نفر، پنج نفر مثلا، خب پنج نفر فعال کارگری زندانی میگیرن، خب باید باستاب پیدا کنه، بعد واکنش نشان بده، ولی ما همیشه بحثمون این بوده که این اتحادیه‌ها خواهان آزادی همه فعالین سیاسی بشن. یعنی در درخواستی هم که براشون میفرستیم میگیم که به اصطلاح خواهان آزادی همه فعالین اجتماعی، کارگری اجتماعی، سیاسی و به طور کلی زندانیان سیاسی هستیم. بعد رو این مسئله داریم تمرکز میکنیم. به درستی شما گفتید این مسئله در واقع باید به مسئله محوری جنبش کارگری ایران، در واقع یکی از محورهای اصلی مطالباتی جنبش کارگری ایران قرار بگیره. خوشبختانه در منشورهای حداقل در بسیاری از قطعنامه‌هایی که اول ماه مه یا هر کدام از این قطعنامه‌هایی که جنبش کارگری تونست به مساوی جنبش کارگری نظرش رو اعلام بکنه، مسئله آزادی بی قید شرط همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام به مساوی یکی از بندهای اصلی این قضیه در اومد. طبعاً تو این دوره که مسئله شریفه محمدی و پژمان عزیزی در واقع هست، قطعا این قضیه هم باید همچنان با سرعت و قدرت بیشتری انجام بشه، چرا که هر کدام از این زندانیان سیاسی سمبل جنبش های اجتماعی هستند و خصوصا اگر آغاز بشه این نوع از اعدام ها در ارتباط با فعالان جنبش مدنی، راهی برای حکومت برای انتقام گیری از جنبش زن زندگی آزادی، انتقام گیری از زنانی که اینجوری شجاعانه اومدن و تمام مقررات و تمام چیزای شرع و شرع انور و دولت اسلامی رو زیر پا گرفتن، روسری ها و کدهای اسلامی رو در واقع به آتش کشیدن تا نشون بدن که تن زن مربوط به خودشه، انسان مربوط به خودشه و اون باید تعیین کننده باشه و جنبش کارگری نمیتونه این حق انسانی رو ازش چشم بپوشه. مدافع بی قید شرط و تمام و کمال در واقع حق زنان بر زندگی، بر وجود خودشونه و حق انسان برای حیات خودش. اعدام نقطه پایان بر هر حیاته و نمیشه در واقع از این گذر کرد. هیچ کس نباید به خاطر جرمی که مرتکب بشه جانش گرفته بشه، چرا که مطلقا این قضیه امری و جبران ناپذیره برای هر انسان. به این لحاظ جنبش کارگری نمیتونه بی سبب باشه. آن چیز دیگری که الان تو این شرایط هست که شما به درستی گفتید، مسئله سرکوب و اعدام که هست، مسئله مهاجران و فراریان از طالبان و حکومت طالبانی، مردمان افغانستان که به ایران میان، کارگرانی که ده هاست به عنوان یکی از که در واقع مردمانی که قربانیان مجاهدان و در واقع
طالبان و داعشیان افغانستانی شدن و در واقع داعشیانی که دست پرورده مدرسه های طلاب اسلامی در پاکستان و که جزی از سیاست دیوار سبز ایالات متحده بود توی پاکستان. این متاسفانه از اون موقع ما سال هاست دهه هاست با این کارگران مهاجر با ماهایی خودمون میدونیم درد مهاجرت و تبعید و فراری شدن از زندگی و دست شستن از خانه، زندگی، فامیل و چی هست و ما خب خوشبختانه در کشورهای زندگی میکنیم که این حق به رسمیت شناخته شده، حق انسان برای مهاجرت، حق انسان برای زیست و حق کار داری، حق تحصیل دارن و بعد حق شهروندی پیدا میکنن. توی کشور ما دهه هاست افغانستانی ها با سخت‌ترین و مشقت پارترین و ارزان‌ترین نوع کار در کشور روبرو هست و بیش از هر جامعه، بیش از هر گروهی مورد تحقیر و آزار قرار میگیرن، یا از طرف نجات پرستان آریایی نجات یا از طرف حتی مخالفین و اسلامی و الان هم دقیقاً به عنوان یک سیاست نجات پرستانه که قالیباف مطرح کرد، دیوار کشیدن و این جو ضد افغانستانی رو ایجاد کردن. چگونه جنبش کارگری باید چگونه با این قضیه برخورد کنه؟ عزیزای نوایی عزیز، ببین من اول در مورد قسمت قبلی بگم در ادامه اون بس کوتاه. ببین این کارزار نبی ادام مثل کارزار نبی اجاب اجباری باید همیشه یک افق و همه روزه ما باشه. همه این کارزارهای جداگانه جداگانه که راه میفته مورد حمایت ماست، ولی در هر کارزاری باید افق اونو در نظر داشته باشیم و مثل خواست پوشش اختیاری این لغو اعدامو در دستور خودمون داشته باشیم بدون وقفه، مثل مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بدون وقفه. پس بنابراین همیشه در هر کارزاری که شروع میشه اون افق اصلی رو باید مد نظر داشته باشیم. به این دلیلش اینه که این کارزارهایی که صورت میگیره بتونن با هم دیگر هم همکاری بکنن، یعنی یه دونه کمیته‌ای که برای این تشکیل میشه کمیته برای اون تشکیل میشه در چارچوب همون کمیته نمونن، حتی اگه این کمیته‌ها بینشون همکاری صورت بگیره، یعنی بر بستر این افق اگه اتفاق نظر داشته باشیم باید اینجوری تو این رابطه حرکت بکنیم و به سمت توده‌ای شدن، یعنی اون لغو اعدام حتی جرمی از نظر مواد مخدر یا مرگ انجام داده باشه، این سزای اونا این نیست که اعدام بشه. ببین این مسئله مهاجر ستیزی دقیقاً اول از این جنبه بگیم که چیکار باید ما بکنیم. ببینیم اصلا چجوری است در جهان یک جوره. از این مهاجرین یعنی از جنگ دوم جهانی به بعد استفاده می کنند و در این حال اینا رو مورد سفر قرار میدن و میگن اینا عوامل این مشکلات ما در جامعه هستن، مثلا عامل بیکاری هستن، اگر نمیدونم یک مسائلی در اتفاق میفته میگن اینا مشکلات ما از اینا هستن. اینا چیه در جهان؟ از این نیروی کار ارزان میان استفاده میکنن، اینا رو به کار میگیرن. سیاه دولت ها هم میدونه که کارفرمایان اینا رو به کار میگیرن، چشم روشون میبندن از اینا سوء استفاده بکنن تو این رابطه. این اگر بیاریم تو ایران به طور وحشتناکتری داره صورت میگیره. به چه منظور؟ حتی کارگرانی که در ایران دارن کار میکنن اگر در اینجا یک مدت در کشورهای دیگه اروپایی و غربی یک سری اصول ایمنی رعایت میشه، اونجا اصلا اصول ایمنی کار که برای هیچ کی رعایت نمیشه برای این کارگران مهاجر اصلا، چون دارن کار سیاه میکنن رعایت نمیشه. میدونید چقدر در این حوادث کاری کارگرانی که جانشون رو از دست میدن، این کارگران مهاجر بالاخص کارگران مهمان افغانستانی هستن، ما که حوادث کاری رو دنبال میکنیم اینو میدونیم. جمهوری اسلامی در این حال
میدونیم که اینو در جنگ برای به قول خودشون مدافعین حرم از این نیروهای افغانستانی که استفاده میکنه در این رابطه، این از یک طرف اینو استفاده میکنن و از طرف دیگه میان این اصل مهاجر ستیزی اگه اخبار رو نگاه بکنیم دنبال بکنیم از حاکمیت شروع میشه و اینو میان یه جورایی در شبکه‌های اجتماعی پیوند میدن و یک چیزایی رو در شبکه‌های اجتماعی به طور غیر واقعی مطرح میکنن یا یه چیزای کوچکی رو آنقدر بزرگ میکنن تو این رابطه که از این جنبه هم یک جورایی بتونن فشار از خودشون کاهش بدن و حتی یه چیزی که مثلا این مشکلات ما این مهاجرین هستن ما اینا رو بیرون میکنیم اینا رو از کشور چیز میکنیم به این صورت برخورد بکنیم. مسئله دیگری که در این رابطه چند میلیون افغانستانی یا مهاجر در ایران وجود دارن که اگه براشون مشکلی ایجاد کردن، حالا چند میلیون ایرانیان مهاجر هستن در کشورهای دیگه. بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم، ایرانی مهاجر میشه، افغانستانی به عنوان سرپل میاد از ایران استفاده میکنه به عنوان مهاجرت و اونجا هم یه کاری میکنه، حالا بخشی از این کار سیاه هست، بخشی از این کار قانونی اقامت میگیره انجام میده، فرزندانشون اونجا تحصیل میکنه. ما هنرپیشگانی داریم از افغانستان در ایران هستن، دارن فعالیت هنری میکنن، ما دانشگاهیانی داریم، دانش آموزانی داریم، کسانی که داریم در تجارت هستند و غیره، مثل همه ماهایی که الان در کشور میزبانمون هستیم یا همه مهاجرین دیگه. پس بنابراین این که اینا مثلا میان کار ما رو میگیرن یا تجارت ما رو میگیرن، اینا چیزای تبلیغاتیه که در همه جا وجود داره. ما فعالین کارگری باید در مقابل این تبلیغات بتونن بحثا و استدلالات بکنن که جهان امروز تغییر کرده، مهاجرت همونطوری که سرمایه خارجی میاد در ایران کار میکنه، نیروی کار دیگر هم میاد اونجا کار میکنه و غیره، به هیچ وجه اینها عامل مشکلاتی که در ایران چه مسئله بیکاری باشه، فقر باشه و غیره نیستن، بلکه این حاکمیت است که عامل همه این بحران ها هست و از طرف دیگه برای اینکه بخواد فشار از روی خودش کم بکنه چیز میده، نشانی غلط میده و ضمن بهره برداری از این نیروهای مهاجر اینها رو زیر ضرب قرار. ممنونم. و اینه باید اضافه کرد که متاسفانه اون چیزی که در سیاست نجات ترسانی که در جمهوری اسلامی علیه مردم افغانستان و مردمان مهاجر و فراری از جنایت طالبان هست، اینه که بسیار ازشون حتی حق آموزش ندارن، بسیارشون شناسنامه ندارن، بسیارشون حق تردد ندارن. در خیلی از مناطق، برخی از شهرهای جنوبی و حتی شمالی ممنوع کردن ورود افغانی ها رو به پارک ها، نه فقط امکانات چیز. یعنی انقدر این سیاست شریرانه، تبهکارانه و غیر انسانیه که آدم جستجو نمی کنه برای رژیمی که به اصطلاح خودشو نه در فراز مرزهای ایران بلکه یک رژیم اینترنشنال و جهانی میدونه و میخواد ارزش‌های اسلامی رو به همه جهان منتقل کنه، یا به قول شما حتی از افغانستانی تبارها داره استفاده میکنه برای لشکرات زینب و در واقع امثال هم در جنگ های سوریه و عراق و اینها. همین رژیم دقیقا مشوق سیاست ها و برنامه ریز این سیاست های تبهکارانه علیه مردمی هستند که از جنایت بیرون اومدن. برای ما خودمون زخم کاری در واقع جنایت حکومت اسلامی رو به چشم و زندگی و جانمون چشیدیم و تبعید رو دیدیم و نجات پرستی رو توی کشورهایی که درش زندگی داریم میکنیم، الان وقتی این رو میبینیم، میبینیم که اصلا غیر قابل قیاسه. حتی یک سیاست نجات پرستانی نازی ها هم اینگونه با
مردمان مهاجری که همزبانن، همدینن، هم چیزن برخورد نمی کنه. اصلا آدم در امان واقعا زبانش به بند میاد که چه باید بگه در مقابل این سیاست جنایتکارانه. و جنبش کارگری، هر جنبش ترقی خواهی نمیتونه واقعا به این قضیه بی تفاوت باشه. شما چگونه میبینید ایوب جان؟ ببینید، این گرایش خارجی ستیزی، با قول خودشون به نوعی بیگانه ساختن انسانها و سپس بیگانه ستیزی که با در واقع انسان ستیزیه، این همه جای نقطه مشترکی داره. یعنی جریانات دست راستی در همین اروپایی که ما هستیم، نمونهش فرانسه که علیرضا اونجا هست، به خوبی اینو میشه دید. یعنی این جریانات دست راستی که به هر حال بخشی از قدرت سیاسی میشن، قدرت سیاسی رو میخوان بگیرن، بخشی از مثلا گرایش‌های جنایی از بورژوازی، جنایی از مثلا طبقه حاکمه، که اینا برای مشکل‌های بسیار پیچیده و قامز خیلی راه‌حل‌های بسیار ساده‌ای دارن. یعنی مثلا الان وقتی که روش پیدا میکنه همه جا نجات پرستی و خارجی ستیزی، خب میگن اگر مشکل مثلا مدرسه دارید، اگر مشکل کمبود بیمارستان داریم، اگر نمیدونم وضع مسکن خرابه و مسائل دیگه از این اجتماعی، به خاطر اینه که خارجی اینجا هستن. مثلا به فرض در انگلستان میگن اگه مثلا 8 میلیون خارجی رو خوب اینجا نباشن، بعد ما مدرسه بیشتر داریم، بیمارستان بیشتر داریم، دکتر بیشتری داریم و مسائل دیگه، آموزش برشون بهتر خواهد بود. در صورتی که خب خیلی ساده است بیم چیز ساده، پاسخ ساده یه بیم مثلا. عمیق تر که نگاه کنیم میبینه که اصلا خارجی ها مثلا در جاهایی که به سالهای سال اونجا بودن، وقتی اینا نباشن تمام اون سیستم میخوابه. مثلا انگلستان اگه بخوان خارجی ها رو مثلا به فرض میگم اخراج کنن، تمام سیستم آموزش و نمیدونم بهداشت و فلان اینا خیلی از کارا فرج میشه. ولی خب اون دست راستی ها از این حربه استفاده میکنن برای اینکه یه سیاستی رو پیش ببرن. یعنی میگن خارجی نباشه همه چی خوبه. در ایران هم افغانستان این گرایش، حالا دولت هم پشت سرشه، همونجوری که به درستی شما اشاره کردی، دولت خود به صورت جمهوری اسلامی برای اینکه به صورت دامن بزنه، معطوف کنه به ذهنا رو، به مسئله مشکلاتی که مردم باش مواجه هستن، از جمله مشکل بیکاری، از جمله صد تا مشکل دیگه که هستش، اینا خب معطوف بکنه اینکه افغانی ها اومدن اینجا هجوم بردن به ایران. چون الان ما میبینم این جریان اپوزیسیون دست راستی، حالا فقط سرطان طلبا هم نیستن، تعدادشون خیلی زیاده. میگن آقا 5 میلیون، حالا من نمیدونم هیچ آماری وجود نداره، میگن 5 میلیون نفر افغانستان از افغانستان اومدن ایران و این 5 میلیون داره زندگی رو داره سیاه کرده. ولی مسئله اصلی اینه که خب اینا کی اومدن؟ مثلا از جمله مثلا موج اخیر به صورت ورود پناهندگان در پناهندگان افغانستانی رو یا مهاجران افغانستانی در نظر بگیریم، بعد از به روی کار اومدن طالبان، مجدد طالبان اینا به ایران اومدن. خب ما آمار دولتی، آمار دقیقی نداریم، اینا به هر حال آمارای میدن. و خب حالا حتی بگیم الان این آمارایی که الان جسته گریخته هست، میگن 5 میلیون 4 میلیون، آیا مشکلات کارگران ایران همین 4 میلیون افغانی هستند که اونجا هستن؟ آیا مردم هزار تا مشکلی که دارن افغانی ها به وجود آوردن در ایران؟ شما به هر جا که این فسادی که تمام ساختار دولتی رو گرفته در رابطه با چای دبش، فقط 4 میلیارد 3 میلیارد دو نمیدونم 700 میلیون میلیون دلار به صورت اختلاس میشه. خب این مسئله این پولاست. چند درصد از کارگرای ایران افغانی هستند؟ شاید میگم همه رو در نظر بگیریم شاید مثلا 10 درصد باشه. آیا این 10 درصد باعث شدن که حقوقای کارگر هر سال به صورت نسبت به نرخ تورم از این 5 ساله لاقل در نظر بگیریم کمتر بسیار کمتر بوده و در نتیجه زندگی کارگرها خراب شده؟ چه کسی حداقل دستمزد رو تعیین میکنه هر سال؟ آیا این شورای عالی کاره یا این کارگرای افغانستانی هست؟ بعد این مسئله شما در نظر بگیری، همجور که شما هم اشاره کردی، این تبعیضایی که در رابطه با افغانستانی های مقیم ایران در واقع مهاجر در ایران هستش بی سابقه است. 15 تا استان اینا حق ندارن در اون استان ها برن، نمیدونم چند ده شهر اینا حق ندارن حضور در اونجا داشته باشن. بعد این مردمی که به هر حال به ایران پناه آوردن، خب سوال اصلی اینه چجوری زندگی کنن؟
چون هیچ امکاناتی نداره به هر حال در کشورهایی که اروپایی اینا به خاطر دستاوردهای جنبش کارگری دستاورد مبارزات مردم یه سری حقوقی هستش که حقوقی بود و هستش که به نوعی شامل همه انسان ها میشه تا طرف که به عنوان مهاجر میاد بعد از یه مدتی میتونه رو پای خودش وایسته با در این جامعه به هر حال جایگاه خودش رو پیدا کنه و بعد شروع کنه به کار کردن. من چند مدت پیش یه آماری میخوندم در رابطه با انگلستان، اینایی که به اصطلاح خارج از انگلستان متولد شده، آمارش به این صورت بگم اشتباه نکنم، حالا ممکنه یک کم دقیق نباشه ولی تفاوت زیاد نیست، آماری که داده بودن گفته بودن کسایی که در انگلستان زاده نشدن، یعنی زادگاهشون یک کشور دیگه بوده بعد ولی اینجا مقیمه، بعد حساب کرده بودم میزان مالیاتی که اینا پرداخت کردن بیش از مالیاتی که همین کسایی که بهشون اشاره کردم، یعنی اینجا زاده نشدن متولد انگلستان نیستم، چند یعنی میزان مالیاتی که اینا در نتیجه کار خودشون به دولت پرداخت کردن چندین برابر، حالا من آمار نمیگم چون ممکن درست نباشه ولی میدونم که چندین برابر، شاید مثلا 8 یا 10 برابر میزان به اصطلاح کمک‌های هزینه دولتی بوده که دولت به مهاجران داده. یعنی در نظر بگیریم وقتی یک کارگر میاد کار میکنه، اولا هزینه بزرگ شدنش رو، هزینه حالا بهداشت و درمان و آموزش این را در نظر بگیریم، یک کشور دیگه پرداخت کرده و این به عنوان نیروی انسانی میاد و در اینجا بخره کار میکنه، زندگی میکنه و این از نظر اقتصادی در نظر بگیریم این سهم بیشتری به این اقتصاد حتی میتونه داشته باشه تا اینکه کسی که اینجا متولد شده، برای اینکه این هزینه رو این جامعه براش پرداخت نکرده. در نتیجه میخوام اینو بگم در رابطه با کارگران افغانی، مشکل افغانی ها نیستن، مثلا تو بیلبوردهای مثلا شهر تهران میزنن شعارهای بله افغانستان افغانی ها. خب چرا این کارو میکنن؟ دلیلش اینه که معطوف کنن مشکلاتی که ما داریم به مسئله کارگران افغانستان و دولت ازشون استفاده هم میکنه، سوء استفاده میکنه از حضور اینا و استفاده دیگه میکنه از اینا در رابطه با چیزایی. شما به لشکر زینبیون اشاره کردی که خیلی از اینا رو چیز میکردن به خاطر که احتیاج داشتن نیرو به سوریه بفرستن، اینا رو در لشکر زینبیون سازماندهی میکردن با نمیدونم با مای $1,000 و اینا رو میفرستن اونجا. خب بسیارشون کشته شدن. من یادم دولت افغانستان اون موقع اصلا اعتراض کرد به این حرکتی که اینا درست کردن. یعنی میخوام بگم که در رابطه با افغانستان یا در افغانستان مقیم ایران مثل هر کشور دیگه، هر مثل نیروهایی که مثل نیروهای نژادپرست، گرایش‌های نژادپرست، اپوزیسیون نژادپرست، دولت‌ها وقتی دست میزنن روش برای اینکه به اون مشکلات اصلی که اون جامعه داره پاسخ ندن و یا جامعه نرسه راه اون مشکلات اصلی. ما در رابطه با ایران گفتم از مشکل آب گرفته تا مشکل محیط زیست گرفته تا مشکل بیکاری گرفته تا مشکل تورم گرفته، تورم و گرانی، اینا ریشش افغانی های مقیم ایران نیستن، ریشش اون اقتصاد فروپاشیده ایرانه که رژیم جمهوری اسلامی سیاست های را تعیین کرده. هر جنبش کارگری متاسفانه مثلا در اینجا اینا بگم اگر اجازه بدید خیلی کوتاه، در اینجا خوشبختانه جنبش کارگری به خاطر اینکه اتحادیه کارگری وجود دارن، کارگرای خارجی که وقتی میان وارد کار میشن، وارد خب این اتحادیه از حقوقشون دفاع میکنن، حداقل دستمزد نمیتونن، اصلا دور قانون کارفرما نمیتونه پایین‌تر از حداقل دستمزد بده، اینم جزء دستاورداست. در نتیجه مهاجرایی که میان فشار زیادی نمیارن به اصطلاح به نیروی کار اینجا، نه که اصلا فشار نه، ولی فشار اونجوری نمیاد، ولی متاسفانه در ایران خب اینا نداریم. جنبش کارگری خب تشکیلات نداره، حداقل دستمزد خود کارفرما هم رعایت نمیکنن، در رابطه با افغانستان اصلا رعایت نمیشه و در نتیجه اینا خب با نیروی کار ارزانتر از کارگرای ایران کار میکنن و کارفرماهای ایران ترجیح میدن اینا رو استخدام کنن، بعد اون وقت خب کارگر ایرانی این اعتراضش به خودی خود معطوف میشه به این کارگر افغانی، ولی مشکل کارگر افغانی نیست، مشکل نداشتن به سو حقوق کارگرانی که در ایران متولد شدن. اگه حقوق می داشتن اتحادیه می داشتن و نمی داشتن کارفرما از این نیروی کار ارزان استفاده کنه بله کارگر ایرانی. دقیقا شما به درستی گفتید که دقیقا نشانه های چه هست، سیاست حکومتی که
بر غارت و ویرانی و ویرانسازی کامل در واقع استواره، این حکومت نمیتونه در واقع حتی به سیاست‌های انسانی در قبال هر چیزی دست پیدا کنه. حکومت اسلامی مدام سیاست‌هاش یک سیاست جنایتکارانه و تبهکارانه است، یک سیاست ویرانگرانه است. شما در این 40 اندی سال جز ویرانسازی روابط اجتماعی، جز ویرانسازی فرهنگ، جز ویرانسازی اقتصاد، جز ویرانسازی بسترهای عمومی اقتصادی اجتماعی صنعتی و محیط زیستی هیچ چیزی از این حکومت نگرفتیم و در کنارش بهشتی که برای خودشون ساختن و برای فرزندانشون. مدام آن چیزی که هست اینه، به این لحاظ همونطور که قبلا مردم رو به بهشت علی و حکومت اسلامی علی چیز میدادن که چگونه علی میومد با تریلی با چی نمیدونم در اون دوره عزا پخش میکرد بین مردم در شبهای کوفه، الان هم دقیقا همین، با همین میخوان با وعده و وعید دهنهای مردم رو شیرین کنند و حسابهای خودشون رو ذخیره از این موقعیت. به این باز باید تفرقه بینداز و حکومت کن، سیاست عمومی روحانیت و حیله استعمار کهن که این حکومت همچنان داره. افغانی ها امروز هم یکی از این عرب ها، افغانی ها و بقیه چیزها دقیقا جز یعنی سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کنه و جنبش کارگری دقیقا بر پایه همبستگی عمومی و بزرگ مردم اکثریت عظیم علیه این اقلیت محدود اقدام باید بکنه و این شعار سامان بده. علی جان من یه نکته میخوام بگم خیلی مهمه، متاسفانه اسم اون استان یادم رفته. یکی از این روزنامه‌نگاران داخل کشور آمار داده بود یکی از این استانهایی که افغانستانی ها نمیتونن اونجا حضور داشته باشن از استانهاییه که بیشترین آمار بیکاری رو داره. ایلام. دقیقا. خب من یادم نبود بین ایلام و کرمانشاه چیز ایلام. پس دقیقا اینو بخواستم بگم که این اهمیت داره برای اینکه اینا رو عامل بیکاری میدونن، حتی در همون استانی که حق ورود ندارن بیشترین آمار بیکاری رو داره. ممنون از این که نه فقط بیشترین آمار بیکاری ها هست، متاسفانه یکی از آلوده ترین استان ها هست و مواد مخدر. درود و سپاس فراوان از هر دو شما و شما بینندگان عزیز تریبون کارگری که با ما همراه شدید که در این مرداد گرم، مردادی که در واقع با گرمای وحشتناک و بیبرقی ها و بیابی ها شما روبروی تو بحران های زیست محیطی و بحران اقتصادی و سفره های سلاخی شده باید کنار بیاید، به حرف ها و گفتگوهای ما نگاه میکنید و توجه میکنید. امید که دست در دست هم از این تونل وحشت عبور کنید. شاد و سلامت و پیروز باشید.